بینندگان گرامی شبکه جهانی تلویزیون پارس، درود بر شما. من استیو بازیل هستم و از شما دعوت میکنم به خبرهای امروز 20 مرداد ماه سال 2583 ایرانی، 1403 خورشیدی برابر با 10 آگست سال 2024 توجه بفرمایید. نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد با تاکید بر اینکه حق تهران برای پاسخ به اسرائیل ارتباطی با آتش‌بس غزه ندارد، در عین حال اعلام کرد که آتش‌بس پایدار غزه در اولویت است. نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل روز جمعه 19 مرداد اعلام کرد برقراری آتش‌بس پایدار در غزه اولویت ماست و هر توافقی که حماس بپذیرد مورد قبول ما هم واقع خواهد بود. به گزارش ایرنا، این اظهار نظر نمایندگی جمهوری اسلامی در پاسخ به سوالاتی درباره احتمال به تعویق افتادن پاسخ ایران به اسرائیل تا پس از مذاکرات آتش‌بس غزه بیان شد. نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل بدون اشاره به جزئیات تنها گفته است امیدواریم پاسخ ما در زمان و به گونه‌ای صورت گیرد که لطمه‌ای به آتش‌بس احتمالی نزند. در پی کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس شاخه سیاسی گروه تروریستی حماس که به تهران سفر کرده بود، جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش اسرائیل را به خونخواهی تهدید کردند. در همین حال بر اساس طرحی که رهبران آمریکا، مصر و قطر ارائه کردند، قرار است مذاکرات آتش‌بس غزه از روز پنجشنبه 25 مرداد در دوحه یا قاهره از سر گرفته شود. و اما به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، تازه ترین ارزیابی آژانس اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد که ایران در حال حاضر در کار ساخت سلاح هسته‌ای نیست، اما در حال انجام تحقیقات پیشرفته است که توانایی تولید چنین سلاحی را افزایش می‌دهد. وال استریت جورنال در گزارشی که روز جمعه 19 مرداد منتشر شد، به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت که جامعه اطلاعاتی آمریکا همچنان بر این باور است که ایران در حال حاضر در تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای نیست. با این حال به نوشته این روزنامه، مدیر اطلاعات ملی آمریکا در گزارش خود که ماه گذشته به کنگره ارائه کرد، هشدار داده که ایران فعالیت‌هایی انجام داده که موقعیت بهتری برای ساخت سلاح اتمی اگر تصمیم به این کار بگیرد ایجاد کرده است. این گزارش در حالی منتشر می شود که به گفته آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران همچنان به غنی‌سازی 60%، یعنی بسیار نزدیک به غنی‌سازی 90% که برای ساخت تسلیحات لازم است، ادامه می دهد. همچنین خبر انجام تحقیقات پیشرفته اتمی ایران همزمان با آن منتشر شده است که تنش‌ها در منطقه به ویژه پس از کشته شدن اسماعیل هنیه بالا گرفته است. و اما خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع اطلاعاتی اروپایی گزارش داد که گروهی از پرسنل نظامی روسیه به ایران رفتند تا برای استفاده از موشک‌های بالستیک فتح 360 آموزش ببینند و انتظار می‌رود صدها فروند از این موشک به زودی تحویل روسیه شود. بر اساس گزارش رویترز که شامگاه جمعه 19 مرداد منتشر شد، این دو منبع اطلاعاتی اروپایی خواستند که نامشان به دلیل حساسیت موضوع فاش نشود. هیچ یک از مقام‌های اوکراین، آمریکا و کشورهای غربی تاکنون خبر ارسال قریب الوقوع موشک‌های بالستیک فتح به روسیه را تایید نکردند. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا هم به رویترز گفت در صورت ارسال این موشک‌ها از سوی ایران، آمریکا و متحدانش در ناتو و گروه 7 آماده پاسخگویی سریع و شدید هستند. و اما مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، میگوید نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در مورد ترورهای مشکوک شهروندان بلوچ مسئول هستند. عبدالحمید اسماعیل زهی در خطبه‌های نماز جمعه 19 مرداد گفت مقامات جمهوری اسلامی از جمله دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی نسبت به این موضوع مسئول حفظ امنیت جان و مال مردم هستند. شما باید پاسخگوی امنیت مردم باشید. امام جمعه اهل سنت زاهدان با بیان اینکه در هفته‌های گذشته شماری از علما، تجار، کسبه، زنان و کودکان در استان سیستان و بلوچستان ترور شدند، گفت مردم نسبت به این قتل‌ها مشکوک هستند، چرا که عامل هیچ یک از این ترورهای کور تاکنون دستگیر نشده است. او در ادامه به کشته شدن سوختبرها در سیستان و بلوچستان و کولبرها در کردستان توسط نیروهای انتظامی ایران اشاره کرد و گفت همه این کشتارها مسئولیت دارند. همه اینها جزو مردم ایران هستند و سر ناچاری به کار سوختبری و کولبری روی آوردند.
و اما یک روز پس از انتشار گزارش‌ها از ضرب و شتم نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، و برخی دیگر از زندانیان زن در اوین، نگرانی‌ها از وضعیت امنیت این زندانیان سیاسی افزایش یافته است. سازمان گزارشگران بدون مرز مستقل در پاریس در بیانیه‌ای ضمن اشاره به گزارش‌ها از جمله حمله فیزیکی به خانم محمدی در اوین نوشت: ما عمیقا از وخامت حال او نگران هستیم و دوباره خواستار آزادی فوری او هستیم. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی از 10 ماه پیش ارتباط خانم محمدی با خانواده اش را قطع کرده اند، گزارشگران بدون مرز همچنین خواستار ارائه اطلاعات کامل و بدون تأخیر به خانواده او شده است. و ما رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو و ایران میگوید که در 30 سال اخیر میانگین دمای هوای کشور حدود 3 درجه افزایش یافته و هوا گرمتر شده است. مهدی رهنما در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا که روز شنبه 20 مرداد منتشر شد، گفت که میانگین دمای هوای ایران در دهه 1370 حدود 16 درجه سلسیوس بود، اما این میزان در دهه 80 به 18 درجه سلسیوس افزایش یافت و در دهه 90 به بیش از این میزان رسید. به گفته او، از سال 1400 تا کنون نیز میانگین دمای ایران بیش از 19 درجه سلسیوس بوده است. پیشتر علی مهرابیان، وزیر نیرو، نیز شنبه 13 مرداد ماه در یک برنامه صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته بود رکورد دمای شهر تهران در طول تاریخ حدود 43 درجه بوده است و امسال به احتمال زیاد شکسته خواهد شد. و اما وزارت بهداشت در ایران میگوید که از ابتدای امسال، یعنی 1403 تا چهارشنبه 17 مرداد، دست کم 155 مورد مثبت تب دنگی در کشور تشخیص داده شده است. 8 مرداد آمارهای منتشر شده از سوی نظام مراقبت سندرومیک در ایران از ابتلای 152 تن تا پایان تیر به تب دنگی حکایت داشت. بر اساس گزارش وزارت بهداشت که روز شنبه 20 مرداد منتشر شد، 131 مورد تشخیص داده شده سابقه سفر به کشور امارات عربی متحده داشته و در این کشور به بیماری مبتلا شدند. 7 مورد سابقه سفر به پاکستان، 1 مورد سابقه سفر به عمان و 1 مورد سابقه سفر به کشور بنین در غرب آفریقا را داشتند. از شما بینندگان گرامی دعوت میکنم همچنان با خبرهای امروز همراه باشید. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی، دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر، برا. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31 818-344-5050 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. ادامه خبرها. در پی حمله هوایی مرگبار اسرائیل به یک مدرسه که محل اسکان آوارگان فلسطینی بود، قطر خواهان تحقیقات بین المللی در این زمینه شد و گزارشگر ویژه سازمان ملل اسرائیل را به نسل‌کشی متهم کرد. ارتش اسرائیل روز شنبه از حمله به پست فرماندهی حماس در مدرسه‌ای در شهر غزه خبر داد. همزمان مقام‌های فلسطینی گفتند این مدرسه محل اسکان آوارگان بود و حمله جان نزدیک به 100 نفر را گرفته است.
حمله هوایی به مدرسه تابعین در محله ادرج در شهر غزه بامداد شنبه 20 مرداد روی داد و طبق تازه ترین آمارها جان 93 نفر را گرفت. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که اعضای گروه تروریستی حماس در این مدرسه مخفی شده بودند و عملیات علیه شهروندان و نیروهای اسرائیلی را از آنجا هدایت می کردند. و اما ارتش اسرائیل روز شنبه 20 مرداد اعلام کرد در عملیاتی نزدیک به 20 شبه نظامی حماس و جهاد اسلامی را کشته است. ناداف شوشانی، سخنگوی بین المللی ارتش اسرائیل، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که کشته شدگان از داخل محوطه مورد حمله در مدرسه اتابعین حملات تروریستی انجام می دادند. به گفته او این محوطه و مسجد مورد حمله مرکز نظامی فعال حماس و جهاد اسلامی بودند. و اما در حمله هوایی اسرائیل به یک خودرو در نزدیکی شهر سیدا در جنوب لبنان شامگاه جمعه 19 مرداد یک مقام ارشد گروه تروریستی حماس به نام سامر محمود الحاج کشته شد. ارتش اسرائیل و اداره امنیت داخلی این کشور شینبت در اطلاعیه‌ای مشترک کشته شدن سامر محمود الحاج را تایید کردند و از او با عنوان مسئول هدایت حملات علیه اسرائیل و فرمانده نیروهای حماس در عین الحلات نام بردند. این اردوگاه بزرگترین اردوگاه آوارگان فلسطینی در لبنان است که در حاشیه شهر سیدا قرار دارد. شهر بندری سیدا حدود 60 کیلومتر با مرز لبنان و اسرائیل فاصله دارد و بنابر گزارش ها این نخستین حمله اسرائیل به این شهر از آغاز جنگ غزه به شمار می رود. و ما به گفته یک مقام ایالات متحده نیروهای آمریکایی در شمال شرقی سوریه هدف یک حمله پهپادی قرار گرفتند اما آسیبی به آنها وارد نشده است. این مقام آمریکایی که نخواسته نامش فاش شود روز جمعه 19 مرداد به رویترز گفته است هرچند گزارش‌های اولیه حاکی از هیچ گونه مصدومیتی نیست اما ارزیابی‌های پزشکی در حال انجام است. ما در حال ارزیابی خسارت هستیم. بنابر این گزارش این حمله در منطقه فرود رومالین که میزبان نیروهای آمریکایی و همچنین نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکاست رخ داد. این دومین حمله در روزهای اخیر علیه نیروهای آمریکایی در خاورمیانه است. و اما وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه 19 مرداد از تحریم افراد حقیقی و حقوقی بیشتری در بلاروس به دلیل حمایت از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین خبر داد و گفت تحریم شدگان با مشارکت در تولید تجهیزات نظامی و حمل و نقل کالا به جنگ روسیه علیه اوکراین کمک می‌کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای گفت 19 فرد، مؤسسه و شرکت و یک هواپیما را در بلاروس تحریم کرده است. سایر اهداف تحریم‌های جدید واشنگتن علیه بلاروس افرادی هستند که به فرار مؤسسات و صنایع نظامی از تحریم‌ها و یا درآمدزایی برای حلقه نزدیکان الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس کمک می‌کنند. و اما وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که دولت جو بایدن تصمیم گرفته ممنوعیت فروش تسلیحات تهاجمی آمریکا به عربستان سعودی را لغو کند و سیاست 3 ساله خود در زمینه تحت فشار قرار دادن این پادشاهی برای پایان دادن به جنگ یمن را تغییر دهد. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا روز جمعه 19 مرداد تایید کرد که این وزارتخانه در حال لغو تعلیق فروش برخی تسلیحات هوا به زمین به عربستان سعودی است. این مقام گفت ما نقل و انتقالات جدید را به شیوه مرسوم مورد به مورد در نظر خواهیم گرفت که مطابق با سیاست انتقال تسلیحات متعارف است. رویترز در اولین بار این تصمیم آمریکا را به نقل از 5 منبع گزارش داده بود. و اما در پی سقوط یک هواپیمای مسافری در ایالت ساوپولو مقام‌های برزیل از کشته شدن تمامی 61 سرنشین این هواپیما خبر دادند. این هواپیما روز جمعه 19 مرداد از شهر کاسکاول عازم ساوپولو بود اما به گزارش شرکت هواپیمایی ویوپاس در ساعت 13:30 به وقت محلی سقوط کرد. به گفته مقام‌های وینهدو شهری در 80 کیلومتری شمال غربی ساوپولو که هواپیما در آن سقوط کرد تمامی سرنشینان جان باختند و به یک خانه هم آسیب رسیده است. از شما بینندگان گرامی دعوت می‌کنم همچنان با خبرهای امروز همراهی بفرمایید.
with Sam. I think it was the best decision I ever made. He really helped me out, and he has really helped me out. So he's not too busy for me. He even gave me his cell number. دفاتر سامان هیدری، وکیل تصادفات در دو ایالت کالیفرنیا و لاس وگاس. My experience with calling Sam was very helpful because they're excellent. 818-818-0707. Him and his entire team is very professional. He leads a good group of people here, and I felt really safe and at home with them. He was very efficient in handling my case, and I would definitely recommend anyone for an injury of any kind to offer their assistance. HeyDaddyLawGroup.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم؟ غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الان هم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیر بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا، برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما حل شدنی است. فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور، اخذ اجازه اوفک پیش از فروش املاک، انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور، دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اعم از کاری و فروش، ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرعی. با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما در ایران حل شدنی است. تلفن 949-202-7288. خوشبختانه همه چی قانونن درست شد. بینندگان گرامی، با چند خبر در حوزه حقوق بشر و یک خبر ورزشی برنامه خبری امروز را به پایان میبرم. خواهر مجاهد کورکور از بازداشت شدگان ایزه در جریان اعتراضات سراسری سال 1401 در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت که جان برادرش در خطر است. نگار کورکور روز جمعه 19 مرداد در شبکه ایکس از همگان درخواست کرد که صدای برادر زندانی و محکوم به اعدام او باشند. مجاهد کورکور 40 ساله و اهل ایزه از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی متهم پرونده تیراندازی 25 آبان 1401 در شهرستان ایزه است. 7 ساکن شهر ایزه از جمله کیان پیرفلک، کودک 9 ساله، در این روز در بحبوحه اعتراضات سراسری زن، زندگی، آزادی کشته شدند. با این حال پدر و مادر کیان پیرفلک بارها در پیام‌های ویدیویی اعلام کردند که فرزندشان با شلیک مأمور حکومت کشته شده و آنها از مجاهد کورکور هیچ شکایتی ندارند. آنها در شکایتنامه رسمی که تصویر آن را منتشر کردند، ضابطان قضایی جمهوری اسلامی یعنی مأموران نظامی و انتظامی را مسئول شلیک به سوی خودروی خود و جان باختن کیان پیرفلک معرفی کردند. دادگاه انقلاب آبادان، ماندانا صادقی، آرش قلعه گلاب و کوروش کرمپور، سه روزنامه‌نگار، و رضا محمدی، شاعر و همسر خانم صادقی را احضار کرد.
ماندانا صادقی، شامگاه چهارشنبه 17 مرداد که در ایران روز خبرنگار نامیده می شود، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت باید به همراه همسرش آقای قلعه گلاب و آقای کرمپور روز 24 مرداد ماه در دادگاه انقلاب حاضر شود. از علت این احضارها اطلاعی در دست نیست، اما این افراد پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای، سابقه بازداشت و برخورد از سوی نهادهای قضایی و امنیتی آبادان را داشتند. ماندانا صادقی و رضا محمدی 27 مهر 1401 توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در آبادان بازداشت و پس از حدود 50 روز به صورت موقت آزاد شدند. گروهی از زندانیان سیاسی در نامه‌ای خواهان پایان دادن به صدور و اجرای احکام اعدام، پایان خشونت عریان در جامعه و زندانها، رعایت حقوق بشر و کرامت انسانی و عدم بازداشت فعالان سیاسی، مدنی و خانواده‌های دادخواه شدند. این زندانیان در نامه خود ضمن محکوم کردن یورش به بند زنان زندانی سیاسی در زندان اوین و سرکوب دختران و زنان در خیابانها، همراهی و همدلی خود را با مردم آزادیخواه ایران اعلام و تاکید کردند که بهای رهایی مردم و سرزمینمان از چنگال استبداد را با جان و دل به سهم خود پرداخت می کنند. و اما گزارش ها از ایران حاکی از ادامه اعتصابات پرستاران در شیراز برای ششمین روز متوالی است و این در شرایطی است که پرستاران بیمارستان های دولتی در چند شهر دیگر نیز اقدام به اعتصاب و تجمع کردند. بر اساس گزارش شبکه های اجتماعی، مانند اعتراض مدنی بازار که همراه با انتشار تصاویر و ویدیوهایی همراه بوده است، پرستاران شیراز روز شنبه 20 مرداد برای ششمین روز در اعتصاب بودند و بیمارستان های شیراز همچنان خالی از پرستار بجز بخش اورژانس بودند. در این حال بیانیه‌ای منتسب به پرستاران اعتصابی در شیراز منتشر شده که مطالبات آنها را بیان کرده است. این بیانیه با اشاره به اینکه این مطالبات مربوط به تمامی پرستاران در ایران است، از جمله خواستار تصحیح و تجدید نظر در مبلغ احکام پرستاری و تطبیق احکام با پرستاران سایر ارگان‌ها با توجه به یکسان بودن کار، اجرای صحیح قانون تعرفه گذاری پرستاری، برقراری کارانه حذف شده و تصحیح حق مسکن در احکام پرستاری شده است. و اما در ادامه بازی‌های المپیک 2024 پاریس، جمعه شب حسن یزدانی از ایران برای کسب مدال طلای وزن 86 کیلوگرم کشتی آزاد بر روی تشک خواهد رفت. یزدانی که تاکنون 7 مدال جهانی و 2 نشان المپیک به دست آورده، برای تعیین رنگ و دهمین مدالش مقابل اندروویچ رمزانوف از بلغارستان بر روی تشک خواهد رفت. از سوی دیگر امیر حسین زاره از ایران در وزن 125 کیلوگرم از کشتی آزاد المپیک 2024 به فینال راه یافت. و ما نماینده یه دسته فوق سنگین ایران برای صدور به دیدار نهایی مقابل تاها آقگل از ترکیه قهرمان المپیک 2016 قرار گرفت و 2-1 پیروز شد. و ما پس از هادی ساروی، سعید اسماعیلی، علیرضا محمدی و حسن یزدانی، زاره پنجمین ملی پوش کشتی ایران است که به فینال المپیک پاریس می‌رسد. از توجه و همراهی شما با این برنامه خبری بسیار سپاسگزارم. شب و روزتان بخیر. پاینده ایران.